کلمه بانک دو معنا دارد. یکون کلمه آن این تشکیلاتی هست که با پول سر و کار دارد، یعنی قرض میگیرد، قرض میدهد، ذخیره میکند، یعنی بانک است. و دیو معنای آن این ساحلی دریا است که نمیماند آبی دریا و بیرون جاری شود. مثلا خوشید says that he is working in a bank. خوشید میگوید که وای در بانک کار میکند. Don't walk on the edge of the bank because you may fall into the river. در لبی ساحلی دریا بیسو راه نگرد زیرا تو میتوانی با دریا افتی. هفته گذشته در ستورز اینستاگرام و فیسبوک خود ما یک سوالنامه از شما پرسیده بودیم. آیدی درسی نوبتی، یعنی در آنجا بینک وکیبلری بود و تحلیل فیلم جیم کری، و اکثریت انتخاب کردند بینک وکیبلری را. و امروز ما با شما دوستان زیاده از 30 کلمه بانک رو میاموزیم. سر میکنیم دوستان از چیزی که در همه بانک ها هست، مخصوصا در نزدی در بانک ها، ATM. ATM شکلی پوراش Automatic Teller Machine است که بانکامات ترجمه میشود. مثال، Is there any ATM here? در این گرد و اطراف یکون بانکامات هست. مثال دیوم، To use the ATM you need to have a bank card. برای استفاده بردن بانکامات با شما کارتی بانکی درکار است. و کلمه دیوم ما این کارتی بانکی است، یعنی bank card. و هر یک کارتی که برای شما میتیهند دوستان، هر یک کارت به خودش پین دارد، یعنی این رمزی چهار رقمه است. و پین شکلی پوراش در زبان انگلیسی Personal Identification Number هست. مثلا Don't write your pin on the back of your card. It's stupid. پین خود رو در پشت کارت خود ننویس. این یک ابلهی است. وقتی که شما کارت خود رو با ATM گذاشتید و پین خود رو وارد کردید، اولا کاری که شما میکنید این بالانس خود رو میسنجید. و بالانس سنجیدن در زبان انگلیسی Check Balance میشود، یا اینکه Balance Inquiry میگویند در زبان انگلیسی. و بعد از آنی که شما بالانس خود رو دیدید، شما Withdraw میکنید، یعنی Withdraw کردن این پول گرفتن از بانک، یا اینکه از بانکامات است. مثلا How much money do you want to withdraw from your bank account؟ از صورت حساب بانکی خود شما چند قدر پول گرفتنید؟ آخرین کلمه این جمله کلمه دیگر ما است، یعنی bank account است. bank account این صورت حسابی بانکی می شود. He is going to close his bank account. و این یاد دارد که صورت حسابی بانکی خود را محکم کند. اون پولی که شما از بانکمات می گیرد دوستان، withdraw می کند، اون پول را در زبان انگلیسی می گویند cash. و cash دو نمود می شود. هست پولی کاغذی که در زبان انگلیسی paper money می گویم، یا اینکه bank note. و هست تنگه که در زبان انگلیسی اونها را coins می گویم. مثلا I'm collecting bank notes with serial numbers but my friend is collecting coins. من جمع آوری میکنم پول کاغذی برای رقم هایشون و دوستی من باشد تنگه جمع. اون وقتی که ما با شما به نزد ATM رفتیم و بانک کارت خود رو گذاشته، پین ورید کردیم و inquiry balance کرده، withdraw کردیم، cash رو در دست خود گرفتیم، ما علاقه 9 کلمه انگلیسی آموختیم. و اکنون دوستان می‌داریم با داخلی بانک و کلمه های داخلی بانک رو می‌آموزیم. وقتی که شما می‌خواید که با صورت حساب خود، یعنی bank account خود پول گذارید، در زبان انگلیسی این رو می‌گویند to deposit، یعنی که lodgment، make a lodgment، یعنی پول گذاشتن در صورت حساب خود. و باز هم کلمه deposit دوستان باز امانت گذاری میشن، یعنی شما پول های خود رو با بانک میدهید و بانک به عوض پول های شما با شما یک فایض معین پرداخت میکنه. این درس دوستان با دستگیری ایمون اینترنشنال برای شما پیشنهاد شده است. و اگر دوستان میخواهید که پول های خود را ذخیره کنید و از آنها فایده گیرید، پس ایمون اینترنشنال برای شما امکانات های بهترین میدهد. مثلا با محصولات امانتی اولی هاب شما امانت خود را از 100 سومونی کشیده میتوانید و تا 24 ماه امانت گذاشته فایده 15% میگیرید. همچنین شما در حساب کنک امانتی پیش از امانت گذاشتن میتوانید فایده صاف خود را حساب کرده بینید. اگر شما یک سوال داشته باشید، پس در زیر سومونه ایمون نقطه تجی خدمت رسانی کال بک هست که شما رقم های خود را می نویسید و درخواست را زیر می کنید و بعد از یک وقتی معین با شما زنگ می زنم. و دوستان وقتی که من درخواست کردم، بگویم من دست خود را بالا کردم، زیرا ایمون اینترنشنال برای من در 30 ثانیه زنگ زد. یعنی دلخواه سوال خود را شما در حال از ایمون اینترنشنال جوابش را گرفته می توانید. کارگران بانک، یعنی بانک تلرز، برای معاششون پی چک میگیرن. این کاغذی است که در معاش آنها نویسنده شده است که چند قدر معاش میگیرن و برای چی. و وقتی که آنها اگر پی چک دارن، آنها را نزد کشیر میروند. کشیر این کسیر است، یا اینکه خزینه چی، این خزینه دار میگیم در زبانی تاجیکی. اکثریت بانک ها و تشکیلات ها امروز ها آنلاین بانکینگ خدمت رسانی دارن که شما دلخواه خدمت رسانی بانک را طریق آنلاین از خانه استفاده برده میتونید. تشکیلات های قرضی پیشرفته به مثل ایمون اینترنشنال علاقه موبایل بانکینگ دارن که شما دلخواه خدمت رسانی بانک را علاقه در تلفن خود استفاده برده میتونید. در داخل بانک شما باز هم میتونید
send money, yəni ki transfer money kunet. Send money və transfer money in pul ravun kardanast. Məsələn, will you accompany me to the bank? I want to send money to my son. Şumu mara hamrohi mekunet baraye bank raftan. Man mikham va pisaram pul ravun kunam. Bank manager, in shakhsi muhim dar bankas, in gem idara kunanda yəni ki manageri. Bankas ki azay şumu ro oid loan, oid qarz sign mekunat. Yəni imzo mekunat. نه لون این قرض ساین این امضا کردن است. اگر بانک منیجر عرضه شما رو ایدی لون تصدیق کند، امضا کند، پس اینا در زبان انگلیسی میگویند approving، یعنی تصدیق شده و شما قرض میدهند. و اگر اون رو امضا نکند، پس این رو میگویند در زبان انگلیسی disapproving. Disapproving یعنی رد کرده شده، با شما جوابی رد دادند. نام دیگری لون این borrow هست. یعنی با وسیله لون شما تنها پول قرض میگیرید و borrow این گویم کمی معنای وسیع تر دارد و borrow شما دل خود چیز رو گرفته میتونید با مقصد برگردانیدن اون. مثلا can I borrow your pen؟ ممکن است من قلم شما رو گیرم. یا اینکه مثال دیگر they borrowed my car for their weddings. اونها ماشین ما رو برای تویشون گرفتن. یعنی قرض گرفتن و اون رو برمیگردانند. این حال تشکیلات های قرضی وارنت های گوناگون قرض های کلان رو پیشنهاد کرده ایستادن با مانند قرض منزل یا قرض برای خرید ماشین دیگر و دیگر و قرض منزل رو در زبان انگلیسی mortgage میگوین هیپوتک و قرض ماشین قرض برای خرید ماشین این car loan است. مثلا he took a mortgage for 20 years و برای 20 سال قرض منزل گرفت یعنی هیپوتک گرفت 20 ساله. After a few months I will close my car loan. بعد از یک چند ماه من قرض ماشین رو محکم میکنم. وقتی که تشکیلات قرضی برای شما یکون خدمت میکنند اونها حتما حق خدمت خود رو میگیرند و حق خدمت بانک در زبان انگلیسی interest نامیده میشود. مثلا the bank interest is very low here. It's only 1% per month. حق خدمت بانک در اینجا بنهایت کم است. این تنها 1% یا اینکه 1% در یک ماه است. و غیر از قرض های گوناگون بانک ها باز با شما کریدیت کارت پیشنهاد میکنند. کریدیت کارت کارت کریدیتی است که شما هنگام خرید از آن استفاده میکنید. بانک با جای شما پول رو میدهد و شما تا مدت یک ماه باید پول رو با بانک برگردانید. تشکیلات های قرضی کلان در دیگر شهرها برانچ دارند. برانچ این فیلیال است، این شبکه است. مثلا the XYZ bank has 3 new branches in our city. بانک XYZ در شهر ما 3 فیلیالی نو دارد. خرید و اسعار خارجی در بانک ها بی خطر است و وقتی که شما به نزد کشیر رفته و می خواهید که قرب اسعار را فهمید شما می گوید که What is the exchange rate today? یعنی exchange rate این قرب اسعار است. بعد از آن که شما اون را فهمیدید شما exchange currency می گوید. Exchange currency این ایواز اسعار می شود. شما با آنها پول روسی می دهید تاجیکی می گیرید یعنی که برعکس. اگر شما همه این کار را در بانک اجرا کنید پس شما customer نامیده میشود. کاستومر این مشتری بانک است. کاستومر و اکثر وقت برای کاستومر شدن از شما دو حجت طلب میکنند. یکم این شناسنامه است، پاسپورت و دوم از پروف اف ادرس یعنی شهادتنامه جای استقامت یعنی که سپرافکای جای استقامت میگویم ما در لهجه. بس همه شود حالته که شما در بانک یکان خدمت رسونی رو پرداخت میکنید و پرداخت کردن در زبان انگلیسی این پی است یعنی پی کردن و بعضان حالت هنگام پی کردن در نزد کشیر لاینی به نهایت دراز است و لاین این نوبت است یعنی که به چرت میگویم. مثلا there is a long line on Mondays in the bank. در روزهای دوشنبه در بانک نوبت به نهایت زیاد است. یکی از سیر زبان آموزان این تکرار کردن چیزی اموخته شون است و برای فراموش نشدن صد اسم اساسی زبان انگلیسی این درس را در اینجا تماشا کنید و اگر میخواهید که 15 نام دیگر پول را فهمید پس درس دیگر را در اینجا تماشا کنید. دوستان برای کلمه های بیشتر انگلیسی با کلمه ابنا شاید و در کامنتری برای ما نویسید که کدام کلمه ها را از این درس شما میدونستید و کدام از آنها برای شما نبود. تو درس دیگر دوستان بای.